به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیو های کانال جنرال پلاس خوش آمدید. انفجار در یک مرکز ارتش در پکتیکا. منابع محلی میگویند که انفجار در دفتر تاسیسات ارتش در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رخ داده است. عبدالله سخنگوی والی پکتیا در گفتگو با خبرگزاری افق با تایید این رویداد گفت که اولی ساعت 8:30 صبح امروز پنجشنبه 25 صبح یک موتر بم گذاری شده مرکز تاسیسات ارتش را در شهر گردیج آماج قرار داده است. او گفت که این انفجار تلفات دارد اما تا اکنون آمار آن روشن نیست. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله نیز وقوع این رویداد را تایید کرده است. واکنش ترامپ به حملات اخیر. ما نمی جنگیم، افغان ها باید از کشورشان مراقبت کنند. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به حملات اخیر در افغانستان گفته است که نیروهای آمریکایی نقش پلیس را در این کشور دارند و در برخی مقاطع باید افغان ها قادر به مراقبت از کشورشان باشند. آقای ترامپ روز چهارشنبه 24 صف در گفتگو با خبرنگاران گفت ما سالها است که در آنجا هستیم، مانند نیروهای پلیس. ما در افغانستان نمی جنگیم، ما یک نیروی پلیس در افغانستان هستیم و در بعض از مقاطع آنها، یعنی افغانها، باید قادر به مراقبت از کشورشان باشند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم گفته بود که نیروهای آمریکایی در افغانستان نقش پلیس را دارند. او با تاکید بر اینکه آمریکا پلیس جهان نیست، مسئولیت نیروهای آمریکایی در کمک به تامین امنیت متحدان ایالات متحده را که بعد از جنگ جهانی دوم تعریف شد، زیر سوال می‌برد. روز سه‌شنبه 23 ثور، کابل و ولایت ننگرهار گواهی حملات خونین بود. حمله افراد مسلح ناشناس بالای نمازگزاران در مسجد در خوس. مقامات امنیتی در ولایت خوس میگویند که شب گذشته افراد مسلح ناشناس نمازگزاران را در یکی از مساجد ولسوالی صبری این ولایت مرمی باران کردند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس بالای نمازگزاران در ولسوالی صبری ولایت خوس، یک تن کشته شده و یک تن دیگر زخمی شدند. عادل حیدر سخنگوی فرماندهی پلیس خوست میگوید که این رویداد شام روز گذشته هنگام ادای نماز تراویح رخ داده است. پیشتر فرماندهی پلیس پکتیکا گفته بود که گروه تروریستی طالبان بر نمازگزاران در ولسوالی خیرکوت این ولایت تیراندازی کردند که در نتیجه آن 3 تن کشته و 2 تن دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند. یک طالب با پوشش زنانه 5 نفر را در پکتیا تیرباران کرد. مسئولان محلی ولایت پکتیا میگویند که 5 نفر به شمول غیر نظامیان در نتیجه تیراندازی یک جنگجوی گروه طالبان با لباس زنانه در ولسوالی روحانی بابا این ولایت کشته شدند. به گزارش اسپوتنیک، عبدالله سخنگوی والی پکتیا میگوید که این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت امروز در مسیر گردیز رخ داده است. آقای حسرت افزود که کشته شدگان این حمله شامل 2 سرباز ارتش، 1 سرباز پلیس و 2 غیر نظامی هستند. با گفته ای وی این افراد زمان مورد حمله قرار گرفتند که میخواستند از شهر گردیز به مرکز پکتیا به ولسوالی زرمت بروند. سخنگوی والی پکتیا میگوید که افراد مهاجم با پوشش زنانه موتر حامل این افراد را متوقف و سپس بر آنان شلیک کرده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پنتاگون: نیروهای آمریکایی در افغانستان حالت دفاع خود را حفظ می کنند. وزارت دفاع آمریکا یعنی پنتاگون اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در افغانستان حالت دفاع خود را حفظ می کنند، اما در صورت حمله طالبان از نیروهای افغان حمایت خواهند کرد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است در مطابقت با توافقنامه میان آمریکا با طالبان، نظامیان آمریکایی در صورت حملات طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به حملات دفاعی خود ادامه خواهند داد. وزارت دفاع آمریکا در حال از حفظ موضع دفاعی خود در برابر طالبان خبر داده که روز گذشته و به دنبال حملات خونین در کابل و ننگرهار، اشرف غنی رئیس جمهور به نیروهای امنیتی دستور داد تا از آلت دفاعی خارج شده به طالبان و دیگر گروه تروریستی حمله کنند. در دو حمله روز گذشته در کابل و ننگرهار دست کم 56 تن از جمله زنان و کودکان، نوزادان کشته شدند و پیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله کابل را تا اکنون گروهی بر عهده نگرفته است. مایک پمپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این حملات گفت که طالبان و دولت افغانستان باید برای مجازات عاملان این دو رویداد با هم همکاری کنند. با این حال دولت افغانستان طالبان را مسئول این حملات خوانده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری گفت که طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. صدیق صدیقی: طالبان نمی توانند با انکار از مسئولیت حملات شانه خالی کنند. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که انکار طالبان از دست داشتن در رویدادهای تروریستی اخیر نمی تواند این گروه را در برابر جنایتی که مرتکب شدند براءت دهند. با گزارش اسپورنیک به نقل از رسانه ها، صدیق صدیقی چهارشنبه 24 سال در یک نشست خبری گفت دولت و ملت افغانستان چهره اصلی جنایتکاران و ترورستان داخلی و خارجی به شمول طالبان، داعش و القاعده را که همواره از مردم قربانی میگیرند به وضاحت میشناسند. او افزود طالبان در 20 سال گذشته و قبل از سال 2001 میلادی با فراهمسازی بستر برای انجام فعالیت‌های هراس‌افکنانه این مسئولیت را داشتند و در 19 سال اخیر در نقاط مختلف کشور روابط خوبه با دیگر گروه های تروریستی داشتند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که انکار طالبان از دست داشتن در رویدادهای تروریستی اخیر نمیتواند این گروه را در برابر جنایتی که مرتکب شدند براءت دهند. صدیقی ادامه داد قرار نیست مردم این همه جنایت طالبان را با نش یک اعلامیه از سوی این گروه به هدف انکار از دست داشتنشان در حمله های تروریستی اخیر فراموش کنند. سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی برای حفظ از مردم در برابر حملات طالبان و سایر گروه‌های تروریستی استادگی می‌کنند. این در حال است که در حملات جداگانه بر یک شفاخانه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار حداقل 42 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. حمدالله محب: شرایط کنونی افغانستان از صلح بسیار فاصله دارد. مشاور امنیت ملی با اشاره به افزایش خشونت‌ها گفت که افغانستان در شرایط کنونی به سوی صلح و یا حتی آغاز آن پیش نمی‌رود. با گزارش اسپوتنیک، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پس از حملات روز گذشته در کابل و ننگرهار گفت حملات دو دهه گذشته به ما و جهان نشان می‌دهد که طالبان و حامیان آنها قصد دنبال کردن صلح را نداشته و ندارند. او افزود که شدت حملات این گروه در حال حاضر با سطح خشونت ها در فصل های جنگی گذشته قابل مقایسه است. حمدالله محب ادامه داد دولت افغانستان و شرکای بین المللی ما مسئولیت دارند تا طالبان و حامیانش را پاسخگو قرار دهند. دنبال صلح هستیم تا این خشونت های بی‌معنی پایان یابد، اما شرایط کنونی نشان از صلح و آغاز آن ندارد. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان با زیر پرسش بردن روند صلح و تلاش برای مذاکره با طالبان گفت اگر طالبان نمی توانند خشونت ها را کنترل کنند، حامیان آنها حملات تروریستی بر دیگر نهادها را سپردند که از ابتدا یکی از نگرانی های اصلی ما بود. سپاس که تا ایندم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.